عزیز بیننده تلویزیون اینترنتی آشیانه، با سلسله معرفی آثار و کتب نشر شده اینک شما را با چند اثر دیگر آشنا می سازیم. هفته که گذشت کتاب های چاپ شده از دوست عزیز به دستم رسید که توسط نویسنده گرامی ما محترم سعید ضیاءالدین قطبی که از 10 سال به این طرف می نویسند به رشته تحریر در آمده است. این کتاب های زیبا و پرمحتوا را مطالعه نمودم، واقعا کتاب های مفید و نشان دهنده ذوق عالی گرد آورنده و نویسنده خوب ما را نشان می داد. این کتاب ها که خانه و خانواده در دو جلد، گسترش معلومات، گفتنی های ناگفته و کتابخانه سیار نام دارد، هر کدام دارای تقریض از نویسنده های شناخته شده کشور در خود داشته که معرف محتویات کتب یاد شده می باشد. در مقدمه یکی از این کتاب ها که توسط محترم دکتر اسدالله حبیب نوشته شده است می خوانیم: این دفتر را که فرایند زحمتکشی نستوهانه آقای قطبی است از نظر گذرانده، بی تردید مسائل پر اهمیت در آن فراهم آمده و همه خواندنی و دلچسب است. آنچه در این دفتر مقام محوری دارد بازیابی محبت در مناسبات خانوادگی است و این مسئله از اهم مسائل است. بله بیننده عزیز، غرض معلومات بیشتر در رابطه با انگیزه ها و زمینه های نوشتن این کتاب ها خواستیم تا صحبت های نویسنده را با خود داشته باشیم. سلام قطبی صاحب گرامی، امیدوار هستم که صحتمند باشین. سلام علیکم جناب محترم، از شما و عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده های عزیز تلویزیون انترنتی آشیانه. شما زنده باشین. چند قبل یک تعداد از کتب نشر شده شما به دست من رسید. کتاب ها را مطالعه کردم، کتاب های بسیار ارزشمند است. خواستم که از زبان خود شما بشنویم تا انگیزه ها و زمینه هایی که سبب شد تا شما دست به این کار بزرگ بزنین و این آثار ارزشمند را برشته تحریر بیارین. اگر مختصراً بر بیننده های تلویزیون اینترنتی آشیانه معلومات ارائه بکنیم ازتان سپاسگزار خواهد بودیم. قطبی صاحب گرامی، بسیار زیاد تشکر از شما از سوالتان. اگر من سر کتابا گپ بزنم، واقعا حوصله‌مندی از حوصله تلویزیون انترنتی آشیانه فکر میکنم به این خواهد باشه، ولی به طور خلاصه انگیزی شمی بوده که ما وقتی که مهاجر شدیم از این ایام بیکاری خود من استفاده وسیل انجام دادم تا من بتانم که داشتههایی که در وطن ما در روی کاغذ بیارم. هدف من این بود به خاطر نسل جوان آینده که واقع بفهمن که ما در وطن خود اشخاص و افراد داشتیم و داریم و همچون موضوعات را ما در وطن خود به طور کل داریم. بعد که تابار که من کتابار نوشته کردیم البته تعدادش به 8 جلد میرسد و انگیزه هایی که باعث شد در کتاب خانه و خانواده رو برای شما بگویم، کمی ناهنجاری های زندگی که در وطن ما وجود داشت و عدم آگاهی درست از ضوابط زندگی زناشویی خانوادگی به طور کل دیده میشه، می کشیدگی هایی که در فامیلا وجود داره مقدام به نوشتن این کتاب کردم تا ما بتانم از این طریق خدمت را در عرصه انجام بتم. کتاب گسترش معلومات هم ما در 2 جلد چاپ کرده میشه، همین داشته های وطن خود به طور کل آوردیم و کلش یک مجموعه ساختم به نام کتابخانه سیار که اضافه تر از 1100 ورق و 2400 چند مطلب داره که البته تمامش زیادترش سر مسائل افغانستان است، چی در مسائل آثار تاریخی، چی در مرسی معرفی شخصیت های ممتاز کشور، چی در قسمت شاهان که دابال بودن در افغانستان، در قسمت مزاری وطن عزیز ما، همچون مسائل محتوای از این کتاب تشکیل میده.
یک دنیا سپاس از شما قطبی صاحب گرامی، از معلومات که خدمت بیننده های عزیز تلویزیون اینترنتی آشیانه ارائه کردیم. یک دنیا سپاس، امتنان و امیدوار هستم که وطندارای عزیز ما وقتی که تلویزیون میبینن به اشخاص افراد دیگه که در تماس هستن یاده ثبتن که تا همچنان وصلشان به این پروگرام تا یک پروگرام غنیتر از مطالب خود بسازن. شما زنده باشید. امید موفقیت های بیشتر شما. همچنان شما سپاس. تشکر، سپاس از شما. خدا حافظ شما سپاس. تشکر.